ما البته باید بگم در باب دفاع مقدس کوتاهی کردیم البته این کارهایی که آقای سردار عزیزمون رئیس ستاد گاف بزرگ رهبر جمهوری اسلامی در سخنانی روز دوشنبه درباره سالگرد جنگ ایران و عراق با واکنش های زیادی از سوی کاروران ایرانی روبرو شده خامنه ای در بخشی از سخنانش میخواست از محمد حسین باغری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح که چند دقیقه پیشتر سخنرانی کرده بود نام ببرد اما نام او را به یاد نمی آورد آقای سردار عزیزمون برخی از کاربران ایرانی در فضای مجازی نوشتند این که خامنه ای درست در روز سالگرد جنگ ایران و عراق نام رئیس ستاد کل نیروهای مسلح را به یاد نمی‌آورد، نشان از کهولت سن و بیماری همچون آلزایمر است. مثلا پس بین روستایی در کرمان یه جوان روستایی بیا تو شهر بعد مثلا پس که به پیونده به اینها بعد بشه مثلا هاش قاسم سلیمانی. البته این فراموشی شامل افراد دیگری مانند قاسم سلیمانی نشد. و بر همین اساس احتمالا باید نتیجه گرفت که خامنه ای افرادی مانند باغری را شخصیت مهم و برجسته ای نمی داند و از سر ناچاری او را در رأس ستاد کل نیروهای مسلح قرار داده. البته در نسخه منتشر شده در سایت رهبر جمهوری اسلامی این گاف بزرگ حذف شده و جمله او بسیار روان به نظر می رسد. ما البته باید, باید بگم در باب دفاع مقدس کوتاهی کردیم البته این کارهایی که سردار عزیزمون رئیس ستاد بیان کردن کارهای بسیار خوبی است اما مقایسه تعداد مرگ و ناشی از ویروس کرونا با سقوط هواپیمای مسافربری هم یکی از نکات عجیب سخنانی خامنه ای بود یک کلمه راجع به مسئله کرونا بگم کرونا رو دست کم نگیرید روزی 150 هموطن از دست برند این چیز کوچکیه بعضی ها تقویم مناسبی ارزیابی مناسبی ندارن از این قضیه فرض کنید هر دو روز یه بار یه هواپیمای 300 نفره سقوط کنه همش، همشون بمیرن این چیزی کمیه ما هر روزی 150 نفر 140 نفر 170 نفر متوفا داشته باشیم این چیزی کمیه جواد سلیمانی که همسرش مسافر هواپیمای اوکراینی بود که توسط سپاه پاسداران سرنگون شد در واکنش به این سخنان خامنه ای در توییتر نوشته شما غلط کردید که هواپیمای اوکراینی را بر فراز فرودگاه مسافربری سرنگون کردید و با مقایسه بی ربط سقوط هواپیما با آمار کرونا بر زخم دل خانواده ها و مردم نمک می پاشید تا جنایت را به نحوی عادی سازی کنید بیش از پنج هزار نفر از هموطنان با کمال تاسف در تیر ماه بر اثر کرونا جان باختند. این آمار تعلم برانگیز معادل سقوط سی هواپیمای مسافر برای 170 تا 180 نفر در تیر ماه است. یعنی هر روز سقوط یک هواپیمای مسافر بری. کمی پس از سرنگونی هواپیمای مسافر بری توسط سپاه، صدا سیما در بخش مختلف خبری بارها مرگ و میر ناشی از ویروس کرونا را با سقوط هواپیمای مسافربری مقایسه کرد ظاهرا این مقایسه به دستور و توصیه مقامات بالاتر و با هدف بی اهمیت جلوه دادن سرنگونی هواپیمای مسافربری توسط سپاه انجام می شد. به نظر می رسد آیت الله خامنهای رهبر جمهوری اسلامی هم با همین هدف آمار قربانیان کرونا را با قربانیان سقوط هواپیمای مسافربری مقایسه می کند. امریکه باعث خشم بازماندگان قربانیان هواپیمای سرنگون شده اوکراینی توسط سپاه شده. محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی در گفتگو با شورای روابط خارجی که یک اندیشکده آمریکایی است با انکار شکنجه نوید افکاری از قتل نوید دفاع کرد و ادعا کرد نوید نه به خاطر شرکت در اعتراضات بلکه به خاطر ارتکاب قتل در یک دادرسی عادلانه به اعدام محکوم و حکمش اجرا شده ظریف در یک مقایسه بی ربط موضوع اعدام نوید افکاری را با اجرای مجازات اعدام برای قاتلان در آمریکا مقایسه کرد و گفت همانطور که وزیر خارجه آمریکا نباید در قبال اعدام مثلا یک مجرم در تگزاس پاسخگو با باشد کسی نباید از او بپرسد که چرا نوید افکاری اعدام شده ظریف در ادامه ادعا کرد که قوه قضایی جمهوری اسلامی مستقل است و او و اعضای دولت نمی توانند در احکام قضایی و محاکمات دخالت کنند و نه اصلا از اجرای حکم نوید افکاری خبر داشتند. البته ظریف دقایقی بعد اظهارات خودش را نقص کرد و در پاسخ به پرسشی درباره آزادی شهروندان ایرانی آمریکایی زندانی در ایران مانند سیامک نمازی و پدرش گفت در صورتی که آمریکا تمام شهروندان ایرانی که حکومت جمهوری اسلامی خواستار آزادی آنهاست آزاد کند او میتواند به آزادی شهروندان ایرانی آمریکایی کمک کند to make The case. شهروندان ایرانی زندانی در آمریکا که جمهوری اسلامی خواستار آزادیان آنهاست به جرم فعالیت های تروریستی یا نقض تحریم های آمریکا زندانی شدند چرا؟ چون تحریف در کمینه دست های تحریفگر در کمینند اما سخنانی روز دوشنبه آیت الله خامنه ای حاوی نکات جالب دیگری هم بود خامنه ای در یک اظهار نظر زد و نقیز مدعی شد که هم شروع جنگ عاقلانه بوده و هم نوشیدن جام زهر یعنی همان پایان جنگ دفاع مقدس یکی از اقلانی ترین حوادث ملت ایران بود بعضی ها با استناد به یه خطایی که در یک بخشی انجام گرفته یا یک جمعی انجام دادن مجموعه دفاع مقدس رو متهم میکنن به بی تدبیری ابدا اینجور نیست دفاع مقدس از اول تا آخر مدبرانه و اقلایی بود حتی قبول قطنامه هم در پایان کار در اون شرایط که امام از او تعبیر کردن به نوشیدن جام زر اینم مدبرانه بود در اون مقطع این کار کار مدبرانه بود باید انجام میگرفت اگر مدبرانه نبود اگر عاقلانه نبود امام انجام نمیداد و ما از نزدیک شاهد بودیم و میدیدیم که چه داره میگذره کار بسیار عاقلانه بود بنابراین از اول تا آخر خامنه ای که میگوید نگران تحریف تاریخ جنگ است خود در اظهاراتش به تحریف و سانسور تاریخ ایران دست میزند وضع داخلی کشور وضع نیروهای مسلح که در درجه اول چشم امید در جنگ ها به نیروهای مسلحه و از نیروهای مسلح از خوبی نبود ارتش تازه از زیر یوغ فرماندهان تاقوتی خارج شده بود و داشت خدارایی می کرد و حضور انقلابی خودش رو نشان میداد. البته فرماندهان ارتش بسیاری فرماندهان خوبی بودن اما امثال شهید فلاحی یا مرحوم زهیر نجاد که در ارتش شخصیتی بودن جایگاه مهمی می اینها برای اداره سازمان عظیمی مثل ارتش آماده نبودند. در این کار در واقع تازه کار بودند رهبر جمهوری اسلامی صرفا میگوید ارتش ایران در ابتدای جنگ وضعیت خوبی نداشت اما او به دلیل اصلی این وضعیت اشاره نمی کند که همان اعدام و زندانی کردن فرماندهان ارشد ارتش یا فراری دادن آنها به خارج از کشور بود از لحاظ ابزارهای نظامی هم این رو واقعا همه باید در یاد داشته باشند در نهایت شدت و تنگ دستی بودیم اولا ابزارهای نظامیمون کم بود، ناقص بود، بسیاری شناخته شده نبود برای کسانی که مسئولیت پیدا کرده بودند و در همون آغاز حمله دشمن بعضیش از دست ما رفته بود نتیجه این بود که ما امکاناتمون بسیار کم بود من چند ماه بعد از شروع جنگ که تو این یگانها گردش می کردم می دیدم مثلا تیپ زرهی ارتش که بایستی مثلا حدود 150 تا تانک داشته باشه چلو شند تا تانک مثلا داشت یعنی امکانات ما در این حد بود بقیه امکانات هم همینجور بود سپاه هم که به کلی فاقد امکانات بود امکاناتش تفنگ و یه سبوک و اینها بود از امکانات نظامی نداشتیم ما اینا دشمن رو تشویق میکرد اینا رو دشمن دا حدود زیادی میفهمید میدانست تشویق میشد به حمله دولت ایران در زمان محمد شاه دهها فروند هواپیمای جنگی و تجسسی مدرن بالگرد زیردریایی ناو جنگی تانک موشک و غیره از کشورهای غربی سفارش داده بود ولی حکومت جمهوری اسلامی به دستور آیت الله خمینی همه این سفارش ها را لغو کرد در جنگ هایی که در دوره پادشاهان در دوره تواقید در این یکی دو قرن اخیر اتفاق افتاد ایران همیشه شکست خورده در این یکی دو قرن اخیر چه در دوره قاجار چه در دوره پهلوی این بخش از سخنان خامنه ای هم حاوی تحریف است چرا که محمد رضا شاه پس از ورود نیروهای متفقین به ایران به عنوان پادشاه ایران تعیین شد و در زمان او ایران تنها در یک جنگ یعنی جنگ زوفار شرکت کرد جنگ دولت عمان با شورشیان چپگرا در سال 1352 خورشیدی که به خاطر حمایت ارتش ایران با پیروزی دولت عمان همراه بود در ضمن اختلاف مرزی میان ایران و عراق در زمان حکومت با امرزا شاه هم وجود داشت ولی صدام حسین هیچگاه پیش از انقلاب 57 جرأت نکرده بود به ایران حمله کند